بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، خوشحال هستم که امروز باز درباره یک جنبه مهم دیگر از رابطه شخصی خود با خداوند صحبت بکنم و بحث امروز من در این دقایق مختصر در مورد مبارزه‌ای که ما با موانع این رابطه داریم. من میخوام از شما سوال کنم، آیا در جنگ با موانع ایجاد ارتباط با خدا شخص موفقی هستید یا موانع و مشکلات بر ایجاد ارتباط شما با خدا فائق شده است؟ رابطه با خدا یک جنگ روحانیه. دعا اصلا یک مبارزه است. یک شخصی که کشیش کلیسا بود و کمی از این رابطه دور شده بود و خیلی در کارش ناموفق بود، یک بار در خیابان داشت رد می شد، مجسمه سازی را دید که داره روی زانوان عرق می ریزه و با چه زحمتی مجسمه ای را می سایه و می تراشه. و این کشیش به آن مجسمه ساز گفت: کاش من می تونستم قلب سخت اعضای کلیسای خودم را مثل شما می ساییدم، می تراشیدم و اونها را شکل و فرم خوب می دادم. این مجسمه ساز که خودش ایماندار بود گفت: میتونید این کارو بکنید به شرطی که مثل من روی زانوان زحمت بکشید، عرق بریزید و تلاش کنید. رابطه با خدا درست آسان به نظر میاد، ولی چون ما دشمن هم داریم، دشمنان درونی و بیرونی هم داریم که خوشحال نیستن که ما با خدا رابطه داشته باشیم، با یک سری از موانع ما در جنگ هستیم. موانعی هستن درونی، هن موانعی هستن بیرونی و من میخوام به هر دوی آنها اشاره بکنم. موانع درونی که ما با آنها سر و کار داریم، خب اولین مانع بزرگ گناهه که اگر در زندگی ما حاکمه، گناهی که ما ازش توبه نکردیم، غالباً اعتراف نکردیم و با خدا اون رو حلش نکردیم، این خودش یک مانعی برای رابطه نزدیک ما با خدا. پس اگر شما میبینید این اشتیاقتون رو از دست دادید در ایجاد رابطه با خدا، باید نگاه کنید ببینید آیا واقعا در یک گناه به خصوصی زندگی نمی کنید که ازش توبه واقعی نکرده اید. ولی همه چیز بستگی به گناه هم ندارد. بعضی چیزها هست بارهای سنگین زندگیه، مانند تنبلی، مانند عدم تمرکز فکری، مانند پراکندگی افکار، بی‌حوصلگی، خستگی، یأس و ناامیدی، تنبلی، شک، نداشتن دیسیپلین و انضباط، نداشتن پشتکار و سماجت روحانی، که همه اینها میتونه موانع دیگری باشه که از درون به ما حمله میکنه و نمیذاره که ما در رابطه با خدا شخص موفقی باشیم. مثل شاگردان عیسی مسیح در باغ جتسیمانی که سه بار مسیح به آنها هشدار داد که بیدار باشید، دعا کنید، زیرا که تجربه کننده نزدیکه و شما دعا کنید در بیداری، چون در امتحان شکست خواهید خورد. ولی آنها هر سه بار بیدار می شدن ولی دوباره می خوابیدن و مسیح گفت: رو راغب است، جسم ناتوان. این جسم خسته اونها غالب میشد، نمیتونستن حتی یک ساعت با مسیح در دعا به سر ببرند. بنابراین ما مشکلاتی داریم گاهی از جسم ما و از تنبلی ها و از کسالت ها و بی‌حوصلگی هایی که نمیذاره ما به حضور خدا بیاییم، یا افکار پراکنده ما، مثل مرتا که در چیزهای بسیار اندیش و استراب داشت و این مانع بود از اینکه مثل خواهرش مریم در حضور عیسی مسیح آرام بگیره و از حضور او لذت ببره. پولس رسول در این رابطه در دوم قرنتیان باب 10 آیه 4 و 5 می‌فرماید که خیالات و هر بلندی که خود را به خلاف معرفت و شناخت خدا برمی‌افرازد، آنها را به زیر می‌افکنیم و هر فکری را به اطاعت عیسی مسیح اسیر می‌سازیم و مستعد هستیم که از هر معصیت و از هر گناه و از هر مانعی که خلاف این مسیر میخواد ما را جلو ببره انتقام بگیریم. یعنی جد و جهد کنیم
بله، مسیح یک زمانی میگه که شما سوال میکنید میابید، ولی زمانی میگه شما باید بجویید که بیابید. یعنی همیشه با سوال کردن نیست، یه چیزی گم شده شما باید در جستجوش بگردید که پیدا کنید. و زمانی هم میگه بکوبید تا باز بشه، در بسته است باید بکوبید. اگه شما یعقوبوار به حضور خدا بیایید، مثل یعقوب که ایستاده بود در حضور خدا، تمام شب را مبارزه میکرد و به این راحتی هم برکت را به دست نیاورد و به خداوند گفت تا منو برکت ندی من تو را رها نمی کنم. خداوند اینطور افراد میخواد، افراد سمج، افراد مقاوم، افرادی که پشتکار دارن، افرادی که اهل جنگ هستن. خدا جنگجویان را به سمت خود دعوت میکند. منتها جنگ ما با انسانها نیست، جنگ ما با این گونه موانع هست که چه روحانی باشه چه جسمانی، و چه یک موانع دیگری هم هستن بیرونی هن که ما در محیط اطراف باشون سر و کار داریم. مثل خیلی راحت نام ببرم، کار زیاد، تلویزیون، ویدیو، کامپیوتر، اینترنت، موبایل، فیسبوک، ورزش، دروس یعنی دانشگاه یا درس‌های زیاد، کتاب‌ها، دوستان، خانواده و انواع و اقسام مزاحمین مختلف که اینقدر وقت ما را پر کردن که نمیذارن ما وارد حضور خدا بشیم و ما نظم نداریم که اینا را بتونیم هر کدوم و سر جایشون قرار بدیم و اون وقتی که باید با خدا داشته باشیم در اولویت همه باشه. بنابراین اگر شما میخواهید در رابطه با خدا افراد موفقی باشید، باید اهل مبارزه باشید، باید پشتکار داشته باشید، باید جدی بگیرید، باید حاضر باشید بها بدید، نفس خودتون رو انکار کنید، به خودتون دیسیپلین بدید تا بر هر چیزی که مانع میخواد باشه، چه بیرونی، چه درونی، چه جسمانی، چه محیط اطراف، رونها غالب بشید. چون دعا یک جنگ روحانی است و وارد شدن در رابطه با خدا برای اشخاصیه که واقعا جنگ روحانی را یاد گرفتن. آیا شما مایل هستید در جنگ با این گونه موانع بیستید، هر بهایی را بپردازید و بر هر مشکلی در ایجاد رابطه با خدا فائق بشید؟ اگر اهل این جنگ هستید و مایل هستید در این مبارزه یک جنگجوی پیروزمند باشید، با من دعا کنید تا خداوند در این جبهه به شما قوت تازه عطا کنه. خداوند، ما میدونیم که دشمن داریم، دشمنان روحانی داریم، شیطان، نفس اماره ما، دنیای فاسد شریر حاضر، که اینها نمیخوان بذارن ما در رابطه با تو به سر ببریم. شیطان از پرستش تو خوشحال نیست، نفس ما، جسم ما از آمدن به حضور تو خوشحال نیست و استقبال نمی کنه. محیط اطراف ما، دنیای اطراف ما موانع زیاد ایجاد می کنن که ما در حضور تو به طور عمیق وارد نشیم و ما تصمیم گرفتیم با همه این موانع مبارزه کنیم و اجازه ندیم هیچ چیز بر ما مسلط شود تا بتونیم در ایجاد رابطه با تو شخص موفق و پیروزمندی باشیم. این قوت را از تو طالبیم و ایمان داریم وقتی تو این پشتکاری و سماجت ما را ببینی و ایستادگی ما را ببینی از ما تفقد خواهی نمود. در نام عیسی مسیح برای جلال نام تو می طلبم. آمین.